سلام بینندگان عزیز. 40 سال است که افغانستان در آتش جنگ های دوامدار و ویرانگری می سوزد. با دریغ هنوز پایان جنگ ها در کشور روشن نیست. این در حالی است که در سالهای اخیر خشکسالی چنان آفت مهارناپذیری طبیعی کشور را تهدید می کند. تخمین زده می شود که خشکسالی کمابیش 13 میلیون شهروند افغانستان را تهدید می کند. به گفته وزیر زراعت تمامی ولایات کشور به درجه های گوناگون از خشکسالی رنج می برند. جنگ و خشکسالی در کنار هم چه سرنوشت را برای مردم کشور رقم خواهد زد؟ اگر آب آبادانی است، پس خشکسالی دشمن آبادانی و دشمن زندگی است. حکومت و نهادهای مسئول با چی برنامه های پیشگیرانه و با چی امکانات می توانند در برابر خشکسالی و زیانهای آن مردم افغانستان را حمایت کنند؟ در گفتمان این هفته به مصیبت خشکسالی در کشور می پردازیم. مهمانان ما در بحث حضور دارند: جناب عبدالولی مدقیق، معاون اداره حفاظت محیط زیست افغانستان، جناب اکبر رستمی، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، جناب سلطان محمود محمودی، رئیس عمومی تنظیم آبهای افغانستان در وزارت انرژی و آب، و جناب پوهاند دکتر وکیل احمد سرحدی، رئیس دانشکده زراعت دانشگاه کابل. مهمانان عزیز، به بحث خوش آمدید. جناب مدقیق، میخوام از شما پرسان کنم که این خشکسالی تنها افغانستان با او روبروست یا اینکه این حوزه ما هم با این خطر روبرو است؟ بسیار تشکر، عرض سلام دارم خدمت شما آقای نادری و خدمت دوستای که شامل در بحث هستم، همچنان خدمت بیننده تلویزیون طلوع از برنامه گفتمان. متشکر میکنم آقای نادری که شما در یک وقت بسیار حساس و به یک بحث بسیار حساس وقت اختصاص دادین، چون مسئله خشکسالی یک مسئله بسیار جدی و بسیار حیاتی است فعلا در کشور ما. خشکسالی در مجموع در افغانستان که در منطقه که ما افغانستان موقعیت داره یک معضله و یک مشکل است. در مجموع خشکسالی یک پدیده طبیعی است که رخ میده در هر گوشی از جهان رخ میده. کشور ما افغانستان هم در ادوار تاریخ از گذشته ها دوره های خشکسالی را داشته، همیش بوده، ولی تفاوت را که فعلا ما میبینیم این است که هم دفعات خشکسالی زیاد شده و هم مدت خشکسالی طولانی تر شده. ما وقتی که راپورا را مطالعه میکنیم، یک خشکسالی در سالهای 1960 62 تا 64 بود، بعد از او از 66 تا 67 بود، یک خشکسالی دیگه از 1972 تا 74 بود و خشکسالی که بسیار طولانی تر بود از سال 1998 تا 2006. این طولانی ترین خشکسالی در افغانستان رخ داد. چیزی را که اداره ملی حفاظت محیط زیست پیدا کرده در اثر مطالعات ای است که بحث تغییر اقلیم است در دنیا. اقلیم جهان تغییر کرده. یکی از خطرات یا پدیده های منفی تغییرات در اقلیم یا در آب و هوا خشکسالی است. به می خاطر است که ما در افغانستان پیشتر عرض کردم که ما دفعات زیاد داریم، کوتاه میه و این تغییر اقلیم فکر میکنین چه عواملی داره؟ بسیار فشرده تر اگر بگید. در مجموع تغییرات در اقلیم دو گونه است که رخ میده. یکی تغییرات طبیعی است و یکی هم تغییرات مصنوعی یا ساخت دست بشر. تغییرات طبیعی تغییرات است که انسان در آوردن از او و در مهار کردن از او اصلا هیچ چیز کرده نمیتونه، که مثالش آتش فشاناست که رخ میده به شکل طبیعی، یا آتش سوزی های خود به خودیه که در یک ساحه وسیع از جنگلات رخ میده. این چیزهای طبیعی است. در کنار از این امو عواملی که ساخت دست بشر است کمک میکنه که امو تغییر طبیعی را زیاد بسازه. در اثر فعالیت های روزمره بشر انسان چی میکنه که از انرژی استفاده میکنه؟ معمولا انرژی که ما استفاده میکنیم انرژی فسیلی است، یعنی مواد عضوی است که به انرژی تبدیل شده. وقتی شما او انرژی را استفاده میکنین از خود انتشارات داره. این انتشارات از این را تحت عنوان گازهای گلخانه‌ای مطرح ساختن. گازهایی هستند که باعث ازدیاد
درجه اوسط درجه حرارت جهان باشه. تشکر برمیگردیم به این موضوع بعدا. تشکر از شما جناب رستمی. جناب وزیر زراعت در پارلمان باری گفته بودند که یک ماه پیشتر بود که 34 ولایت افغانستان با درجه های مختلف تهدید میشن، یعنی مورد تهدید خشکسالی هستند. البته یک تعداد در درجه اول و دوم سیوم. حالا که وزارت زراعت وضعیت این گونه میبینه، آمادگی هایش چیست برای مقابله با این آفت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما، همکارانی که در برنامه تشریف داره و بیندگان محترم، وقت شما خوش. البته آن چیزی که شما جناب نادر صاحب اشاره کردین، متاسفانه خشکسالی های امسال اکثریت ولایت افغانستان تهدید میکنه. به این لحاظ وزارت زراعت یک طرح را آماده ساخت تا در قسمت مقابله با خشکسالی ها، بخصوص که بیشتر خشکسالی ها تاثیر روی سکتور مالداری به جا گذاشته، طرح را ترتیب کرد که به اساس گزارش هایی که ما از 34 ولایت دریافت کردیم به سه کتگوری یا به سه بخش تقسیم شده. کتگوری اول شامل 15 ولایت است که از این 15 ولایت 5 ولایت چالش هایشان و تهدیدات خشکسالی بیشتر است، مثل این ولایت ها در کدام سمتی افغانستان؟ غور، بادغیس، جوزجان، فاریاب و یک بخش از ولایت هرات. کتگوری دوم اتفاقا در بخش اول ولایت هایی هستند که بیشترین مواشی هم در این مناطق موجود است و 60% مواشی همین مناطق تحت آسیب پذیری از خشکسالی قرار داره. کتگوری دوم 6 ولایت است که شامل ولایت های میدانوردک، لوگر، پکتیا، نورستان و تخار میشه که مجموعاً 40% زراعت و معاشی مناطق تحت معاصب پذیری از خوشسالی قرار داره. و کتگوری سیوم شامل 13 ولایت است که 20% مناطق از این ولایت بخصوص معاشی که موجود است با تهدید خوشسالی ها مواجه هستند. اقداماتی که تا کنون توسط حکومت افغانستان و وزارت زراعت در راستا انجام شده، تمرکز بیشتر تا 3 ماه گذشته روی رسیدن مواد خوراکی حیوانی برای مالدارای آسیب پذیر در این مناطق آسیب پذیر بوده. برزی که یعنی شما هنوز این یک برنامه است یا که رساندین مواد خوراکی برای این ادامه داره؟ میخوام وضاحت بتون، ما در زمستان سال گذشته وضعیت پیشبین بودیم، به این لحاظ در امو زمان مسائل تدارکاتی را جهت خریداری و تهیه و تدارک مواد خوراکی حیوانی و لوفه را آغاز کردیم و در ماه حمل قضیه در یک تعداد از ولایات که جمعاً 31 ولسوالی بیشتر آسیب پذیر از در 5 ولایت که من قبلا ذکر کردم ای را آغاز کردیم. تا فعلا با توجه به امکاناتی که حکومت داشته ما توانستیم حدود 7000 متریک تن مواد خوراکی حیوانی را داریم 31 ولسوالی آسیب پذیر، البته توزیع بکنیم برای مالدارای آسیب پذیر. تا حدی توانسته از یک بحران یا از مرگ و میر معاشی که از در گذشته هم از سوی رسانه‌های مختلف از ولایت بادغیس گزارش شد جلوگیری بکنه، ولی روند ادامه داره. طرح دو ماه اول اصراری بود ولی بعدیش برای 9 ماه است که باز بشه. تشکر جناب رستمی برمیگرده. جناب انجینر صاحب محمودی، وزارت انرژی و آب چی تصویری یا از وضعیت خوشسالی داره که چگونه میبینه خوشسالی را در افغانستان وزارت شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب حضور جناب شما، همکاران تکنیکی، دوستان و بزرگانی که در بحث امروز حضور به هم رسانیدن و همه بینندگان گرانقدر تلویزیون تلونیوز که برنامه را تماشا میکنن، جناب استاد حضورتان باید عرض بکنم که با توجه به کاهش بارندگی ها طی سال جاری، سال 1397 از جمله سالهای غیر نرمال در کشور به شمار می رود. البته تحقیقاتی که از طریق دپارتمان دخلی ما از 50 دستگاه آبسنجی یا 50 استشنهای آیدرومتولوژیکی در 5 حوزه آبریزی کشور صورت گرفته، نشان دهنده ای است که واقعا سال غیر نرمال است، خشکسالی بیداد میکنه
و کاهش بارندگی ها اثرات منفی را بالای منابع آبی کشور هم از سطح وزیرزمینی بوجود آورده، یعنی در اندازه مقدار آب رودخانه های افغانستان کاهش به عمل آمده، همچنان سطح آبای زیرزمینی پایین افتیده که این خود باعث مقدار کاهش آبی کاریزها، چشمه ها و چه ها که یگانه منبع آب مطمئن در کشور برای آب آشامیدنی و معیشتی مردم از جناب استاد اینو به بار آورده. آیا در همین وضعیت در همه حوزه های آبی افغانستان یکسان است یا یکی متفاوت است؟ بلی، اکثر افغانستان معروض به خشکسالی است متاسفانه. است در پنج حوزه آبریز افغانستان با اساس آمار و ارقامی که ما از دستگاه آبسنجی جمع‌آوری کردیم و تحلیل کردیم جناب استاد، افغانستان متاسفانه معروض به خشکسالی است. اما در بعضی حوزه ها همون طوری که جناب رئیس وزیرهات گفتند، در بعضی حوزه های ما خشکسالی شدید است، در بعضی حوزه های ما متوسط، در بعضی حوزه خفیف و یکسان نیست. ولی به هر صورت امسال در یک مرحله بسیار قرار داریم که خشکسالی بیاد. پیش بینی ها چیز، گرچه زیادی که یک ما وارد یک دوره نسبتا طولانی خشکسالی شده باشیم یا کوتاه مدت، مثلا دریافت های علمی وزارت شما در این باره چگونه است؟ جناب استاد، اصلا براتون باید بگم که وزارت انرژی و آب وزارتی هست که منابع آب در کشور توصیه میته و مدیریت میکنه، پلان گذاری میکنه منابع آب. اصلا خشکسالی همون طوری که جناب دقیقی گفتن یک پدیده به اصطلاح کوتاه مدت نیست. این وزارت مکلف شده به اساس قانون آب افغانستان که در دراز مدت و مدت بتونه اثرات منفی خشکسالی را باید کاهش بده. به همین خاطر ما برنامه ملی توسعه منابع آب که یک از برنامه های معروف وزارت انرژی و آب است، که هدف برنامه حفاظت و کنترل مهار آبای افغانستان و جلوگیری از هدرتان و ضایعات در افغانستان است، به خاطر دسترسی به آب مطمئن برای سکتورهای مختلف و یکی از اهداف این برنامه توسعه ملی منابع آب افغانستان کنترل مهار سیلاب هاست که در کشور هم نه تنها خشکسالی بیداد میکنه، همچنان سیلاب بیداد میکنه و همچنان کاهش اثرات خشکسالی است در کشور. جناب استاد، این سیلاب ها را که در حقیقت خوب ویرانگر است، ولی در عین ویرانگری یک آب است دیگه، چیزی داره، شما چگونه مهار میکنین که بعدا از او استفاده مثبت صورت؟ بیشتر من به حرف های جناب مدققس برمیگردم، اونا اشاره کردم که افغانستان جناب استاد از جمله کشورهای در منطقه است که متاسفانه بعد از سال 1960 در معرض تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین قرار گرفته. درجه حرارت گفتن به تدریج افزایش می‌یابد که امر باعث ضعف شدن سری برف و یخچال ها در کشور میشه، سری یخ میشه و این امر باعث میشه که ما سیلاب های مدیش و ناگهانی که با کلمه انگلیسی فلش فلات میگن جناب استاد، ما اونا باید داشته باشیم. ما در سالهای قبل منابع آبی ما که واقعا 85 درصد منبعش برف و یخچال بوده، ولی آلی تغییر کرده، ولی اون منبع کاهش آلی منبع اون منبع کاهش پیدا کرده و اون منبع زود آب میشه با سه بلانس درجه حرارت و سیلاب هم متاسفانه که دست ما خارج میشه. بنابراین آن نیاز است که ما در پایان دست ذخایر آبی داشته باشیم، اما اون طبیعی که قبلا کوه های سربرفک افغانستان منبع منابع آبی ما بودن، آره، باید این ذخایر آبی را ما ایداس بکنیم تا اینکه سیلاب های که دست ما خارج میشه این سیلاب ها را ما مهار بکنیم. فقط بسیار کوتاه که چقدر ممکن است که این برنامه را بسیار به سرعت عملی کنه؟ بسیار کوتاه، ما جناب استاد برنامه را آغاز کردیم. مثلا شما میبینید بند سنوب به اکمال رسیده، بند کمال خان آغاز شده، بند المار در فاریاب آغاز شده، بند مشغول در پکتیا آغاز شده، بند شاه و هروس آغاز شده، بند کجکی و دهله تحت کار ما قرار داره. ما 20 بند ذخیره در بالای آوزای ابریز افغانستان مهار کردیم که انشاءالله یکی پی در برنامه تطبیق میشه. سپاسگزار هستیم از شما. بینندگان عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
استاد سرحدی، یکی از پیامدهای ناگوار خشکسالی میتونه تخریب محیط زیست باشه که و این به نوبه خود میتونه که سبب پیدایی بیماری ها یا امراض نباتی، حیوانی و حتی انسانی شود. شما با در نظر داشت این خشکسالی که ما روبرو هستیم، این وضعیت چگونه میبینید که آیا افغانستان یک چنین چیزهایی هم تهدید میکنه؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان عزیز و مردم شریف افغانستان. در ارتباط به سوال شما، بله، خشکسالی وسیعاً بالای محیط زیست تاثیر میندازه، به خاطر از اینکه یکی از فاکتورهایی که باعث گوارایی محیط میشه او عبارت از پوشش نباتی و جنگلات و این مسائل است. در صورتی که آب نباشه، نبات از بین میره و این خود زمینه را برای تخریب شدن یا به خراب آلوده شدن محیط زیست مساعد میسازه از یک طرف، و از طرف دیگه قطع جنگلات که بی‌رحمانه امروز در افغانستان صورت میگیره و خودی از این جنگلات باعث از این میشه که درخت ها یک مقدار اکسیژن برای تنفس بر انسان ها مهیا میسازه. ارقام وجود داره که یک درخت سالانه برای 18 الی 22 نفر انسان اکسیژن تولید میکنه. در صورتی که درخت وجود نداشته باشه، ابی اکسیژن در محیط تولید نمیشه، خود به خود محیط آلوده میشه. و از طرف دیگه وقتی که پوشش نباتی وجود نداشته باشه، قسمی که دوستا قبلا گفتن که سیلاب به وقوع میپیونده، پوشش نباتی وجود نداشته باشه، اگر دو قطره آب هم بر روی زمین تماس میکنه، این رناف میکنه یا حرکت میکنه بر روی زمین. وقتی که حرکت کرد، اونم سیلاب تشکیل میده. وقتی که سیلاب تشکیل داد، خود سیلاب از یک طرف تخریب میکنه و از یک طرف محیط از بین میبره، باعث بروز امراض مختلف میشه. و از دیدگاه ما فکر میکنم که اگر ما توجه بکنیم در قسمت سرسبزی محیطی که زندگی میکنیم. میخواستم استاد پرسان کنم که در چنین مواردی نهادهای مثل دانشکده زراعت یا نهادهای دیگری، هرچند اجرایی نیستند ولی مرکز تولید علم هستند، شما فکر میکنید که نیاز ندارین که یک نشست های علمی زیر نام کنفرانس یا هر چیزی که یک طرحهای مشخصی در رابطه با وضعیت ارائه کنین و بعد به وزارت زراعت داده شود، به وزارت انرژی و آب داده شود، به دولت داده شود، باعث یک راهکار که یعنی راهکار علمی، شما در این باره هم فکر میکنین که باید کار بکنین؟ من فکر میکنم که نه تنها که وظیفه به اصطلاح پانزه های زراعت یا پانتون های افغانستان در مجموع است، این وظیفه وزارت زراعت هم است، وظیفه وزارت محترم یا آبیاری هم است، وظیفه وزارت انکشاف دهات هم است، حتی وظیفه وزارت صحت و وزارت ارشاد و اوقاف است. که یک چی ملی است دیگه، بله، قسمت ملی را با اجماع ملی وظیفه تمام اینمی سکتورهایی که به اصطلاح ارتباط میگیره به حفظ محیط زیست، به داشتن یک محیط سالم ارتباط میگیره، وظیفه تمامی از یاست. وقتاً فوقتاً ما کنفرانس های در سطح پانزه خود ما تدبیر میکنیم، همین فردا ما یک پروگرام روز محیط زیست تجلیل میکنیم، همین فردا فکر میکنم پانزه محیط زیست پانتون کابل هم یک پروگرام داره آگاهی دهی میتد این قسمت. ولی ما فکر میکنم که ابو وظیفه این مطبوعات از تلویزیون های مختلف، اگر شما ببینید هیچ پروگرام زراعتی وجود نداره، هیچ پروگرام محیط زیستی وجود نداره. اگر ما یک پروگرام میگیریم، پروگرام علمی یا پروگرام، نه، منظورم از این بود که ما میرسم بگم شما دانشگاه کابل یک طرحی را ارائه بکنه در این زمینه میشه که شما خوب امکان داره. بله، امکان داره، تشکر، این ظرفیت اونجا وجود داره. بله، امکان داره. قربان شما، تشکر از شما. جناب مدقیق، این خشکسالی هم از یک طرف آب زراعتی را کاهش میده و صدمه بزرگ شوال به زراعت است و مالداری، و از طرف دیگر آب آشامیدنی برای نوشیدن ای را از بین میبره. همکنون در شهر کابل آبهای زیرزمینی بسیار پایین رفته و از طرف دیگر گفته میشه به استثنای چند ناحیه، 3 یا 4 ناحیه دیگر، اکثر نواحی کابل آبهای زیرزمینیش آلوده است. شما از این نگاه چی برنامه هایی دارین؟ چی میکنین؟ یعنی چی باید صورت بگیره که گفته میشه کابل از 5 تا 10 سال دیگه با کمبود شدید آبی آشامیدنی روبرو خواهد شد؟ سر تشکر.
دقیقاً مشکل آب آشامیدنی در شهر کابل قسمی که شما اشاره داشتین یک مشکل است. آب شهر کابل در بسیاری از نقاط آلوده است. از اون استانداردهایی که در این قسمت وجود داره از طرف هم کاهش یافته و هم آلوده. هم آلوده است و هم کاهش پیدا کرده. آلودگیش است در اثر استفاده بیرویه و در اثر تراکم نفوس در شهر در یک محیط کوچک اضافه تر از میلیون ها نفر زندگی کردن و او هم در حالتی که شما یک سیستم درست مدیریت یا سیستم کانالیزاسیون کلی را در شهر کابل نداشته باشین توقع شما باید نباشه که آبای زیر زمین ما باید پاک باشه و همچنان در اثر امی خوشحالیه که ما داریم سطح آبا یکی که از طرف ازی که دوباره آب ریچارج نمیشه پایین میره دوم به شکل بسیار بیرویه از آب استفاده صورت میگیره هر کس سر به خود به هر جای دلش بخواه میخواه یک چاره حفر بکنه به هر عمقی که باشد میخواه حفر بکنه اصلا کسی نیست که کسی را کنترل بکنه اداره ملی حفاظت محیط زیست به اساس قانون و به اساس مندیت کاری که داره در این قسمت وظایف مشخص را ما به عهده داریم وظایف ما ای است که ما در عرصه‌های مختلف محیط زیستی باید یک چارچوب حقوقی و قانونی را باید به وجود بیاریم. مشخصا به ارتباط سوال شما ای است که ما چند ماه قبل یک مقرره به خاطر حفظ کیفیت منابع آب نهایی ساختیم. که چطور ما بتانیم منابع آب که در شهر کابل است یا در شهرهای بزرگ دیگه چطور بتانیم این منابع می کیفیت از اینا حفظ شود. این مقرره نهایی شده، این کار ازی تمام شده، فعلا نافذ است و حال به طرف عملی شده نزید. ما گزارش هایی داشتیم که همکنون 250 شرکت از آبهای زیرزمینی کابل استفاده میکنن و ایره به آب مثلا نوشابه هایی تبدیل میکنن و بعد به ولایات صادر میفرستن به اونجا یعنی که بسیار بیرویه از این آبی زیرزمینی کابل استفاده میشه و در عین زمان گفته میشه که شهرداری کابل 50 حلقه چای بزرگ افر کرده که از او آب میگیره روزانه مثلا شاید 500-600 تانکر آب برای آبیاری نباتات مثلا درخت ها و چیزا یعنی از آبی که باید برای نوشیدن باشه این گونه استفاده میشه حالا جلوی این گونه استفاده ها را به نظر شما چگونه باید گرفته شد؟ شما این گونه گزارش های دارین؟ کاملا ما داریم و تایید میکنم شهر کابل فعلا نه تنهایی که برای باشنده های شهر کابل آب تامین میکنه در حقیقت برای هر گوشه و کنار افغانستان آب تامین میکنه در حالی که ذخایر تحت الارضی یا زیر زمین آب ما به او حد نیست دقیقا چیزی را که شما میگین به مو تعداد شرکت ها وجود داره و به مو شکل شهرولی کابل در موارد مختلف استفاده صورت میگیره کاری را که ما کردیم در آخرین نشست کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا که تحت ریاست جلالت مآب رئیس بجره دایر شده بود این مسئله در اوج مطرح شد و هدایت بسیار واضح از طرف از اونا داده شد به شهرولی کابل که حداقل شما از آب شیرینی که برای آشامیدن است برای استفاده برای موارد دیگه استفاده نکنین ولی این چیزی است که اگر ادارات سکتوری اداراتی که در این بخش مستقیما اونا مسئولیت دارن اگر اقدام نکنن اگر دست به کار نشن یک اداره دیگه از بیرون نمیتونه که به این مشکل رسیدگی بکنه و این در بسیار مدت کوتاه تبدیل به یک فاجعه میشه مثل که بحث ما امروز بحث خوشسالی است من بسیار مطمئن نیستم که ما در کوتاه مدت حداقل شاید یک تغییر در نظام مدیریت آب در شهر کابل باشه فکر میکنین پس چی باید کرد یعنی که همین گونه نیش است که حادثه چگونه میای یعنی پیشتر دوستا گفتن که این یک کاری هست که باید به یک برنامه‌ریزی بسیار گسترده ملی ضرورت دارد شما کاملا هم یکی از نهادهایی است که در زمینه مسئولیت دارید کاملا ما مسئولیت داریم در قسمت نظارت و تفتیش محیط زیستی مسئولیت ماست که برنامه را ما باید نظارت بکنیم وقتاً فوقتاً ما گزارش های زینا را نشر میکنیم با ادارات مربوط شریک میسازیم مشکل به این است که به کدام حد ادارات مسئول به معضله و به مشکل میبینه آیا اونمون مشکل در اولویت کاری امون نهاد قرار داره یا نه بعض وقتها بسیاری از مسائل در مجموع اگر مسائل مجیسی را بگیریم متاسفانه در اولویت کاری قرار نداره ما بسیار کوتاه اگر اجازه بتین به بس خوشحالی پس بر میگردم تشکر در سال وقفه داریم دوباره بر میگردم شما بینندگان عزیز وقفه کوتاه داریم دوباره به برنامه برمیگردیم
میشد آخرین سخنانتان تکمیل کنیم که بسیار کوتاه. به بحث خوشسالی اصلا میخوایم به گزارش اشاره بکنم که اداره ملی حفاظت محیط زیست به همکاری نهادهایی که دوستایی که در میز هم هستن نماینده های اینا با ما بودن یک برنامه ملی را برای سازگاری با تغییر اقلیم تدوین کردیم که چطور میتونه در افغانستان مردم ما و سکتورها سازگار باشن، خود سازگار بسازن، توافق بتن با می تغییراتی که میه. یکی از خطراتی که در او وقت گفته شد، البته این گزارش در سال 2009 نشر شده و دسترس تمام ادارات قرار گرفته، در او گفته شده که خوشسالی یک تهدید است، میه و ادارات باید در او زمان برنامه را باید روی دست میگرفتن. سکتور آب از جمله آسیب پذیرترین سکتور از نگاه تغییر اقلیم در افغانستان است. سپاسگزار جناب رستمی، بالاخره شاید وزارت زراعت یکی از وزارت هایی باشه که هر گونه مبارزه بر ضد خشکسالی براه میفته در محور این قرار داشته باشه. با این وضعیتی که هست و تحلیلی که خودی وزارت داره و ارقامی که شما به دست آوردین و گزارش هایی که از ساحه دارین، وزارت حالا مصروف چی کار است؟ یعنی چی فراخانی برای حکومت، برای مردم، یا چی تلاش های برای ایجاد یک کمیته بزرگ ملی برای مقابله با این وضعیت، چی کارهای روی دست داره؟ جناب استاد، طی روزهای گذشته در این راستا اقدامای اساسی صورت گرفته. فعلا تمرکز اساسی من میخوام عرض بکنم، بازم من تاکید میکنم تمرکز اساسی وزارت روی سکتور مالداری است، نجات از مرگ و میر و تلف شدن مواشی، برزی که ارزش مواشی در افغانستان بیش از 7 میلیارد دلار است و فوق العاده در اقتصاد ملی نقش داره و در کنار از اینکه در کنارش هم مسئله زراعت است. بله. وقتی که آب زراعتی نباشه و زراعت، وقتی که زراعت نبود مواشی خود به خود برش غذا تهیه میشه. اصلا اگر ما تاثیرات یا اثرات خشکسالی را بررسی بکنیم، از سه زاویه میشه به اون شکل عمومی بررسی بکنیم. تاثیرات محیط زیستی است که جناب معین صاحب اشاره کرد، تاثیرات اقتصادی که بحث زراعت پوشش میده و تاثیرات اجتماعی. در خوشسالی ها بدون شک در کنار از اینکه سکتور مالداری را زیاد آسیب پذیر ساخته، روی زراعت افغانستان بسیار تاثیر منفی گذاشته. امسال متاسفانه در یک تعداد زیادی از ولایات افغانستان بنابر خوشسالی ها کشتزارهای للمی آسیب دید. آخرین گزارشی که طی جریان می هفته نهایی شده، 13% ساحات کشت للمی یا کشتزارهای للمی در ولایات مختلف کاملا آسیب دیده و امسال ما شاهد کاهش تولیدات گندم و للمی در افغانستان خواهیم بود. در این زمان کشتزارهای گندم هم به شکل بی سابقه کاهش یافته، دلیل اساسی خشکسالی است. وضعیتی تو معلوم میشه که با افغانستان با یک فاجعه بزرگ روبرو است. من میخوام عرض بکنم اقداماتی که صورت گرفته و اون چیزی که شما سوال کردین، آمادگی های ما چی است؟ در کنار رسیدگی به سکتور مالداری و جلوگیری از مرگ و میر مواشی که فعلا تمرکز اساسی حکومت و جامعه جهانی روی همین مورد است، در جریان یک هفته تقریبا دو نشست بسیار بزرگ با جامعه بین المللی، دونرها، سازمانهای بین المللی و کشورهای کمک کننده راه اندازی شد، صرف رسیدگی به همین وضعیت، تا فعلا تا حدی که حکومت امکانات در اختیار داشته ما توانستیم یک بخش زیادی از ولسوالی های آسیب پذیر رسیدگی بکنیم و تا امروز هم آخرین اقدامایی که صورت گرفته یا آمادگی های، خوشبختانه ما یک مقدار پول دیگه هم به دست آوردیم که میتونیم تا روزهای آینده برای می ولایت های آسیب پذیر، ولسوالی های آسیب پذیر، مشکلات مالی یعنی فکر میکنیم این اقداماتی که شما روی دست دارین اقدامات بنیادین است یا که به اصطلاح یک دفع یک برای فعلا آنچه که واقع است دفع امی بحرانی است که یک مسئله دیگه هم بود که یک طرحی بود که شاید از طرف وزارت زراعت باشه که گویا بخشی از مواشی بعضی از ولایات افغانستان که با کشورهای آسیای میانه هم سرحد هستند به علفچارهای اونجاها فرستاده شوند. فکر میکنین که طرح چقدر عملی میتونه باشه؟ البته جناب استاد، در گذشته ها اما تاریخچه خشکسالی را که جناب معین صاحب اشاره کردن، امیت یک موضوعات و سناریوهای مطرح بوده که با وقتی که ما با خشکسالی ها مواجه میدیم
معاشی از ولایت های مختلف به کشور پاکستان، ترکمنستان یا سایر کشورهای همسایه به مغلف چرها و چراگاهایشان. خب اون زمان افغانستان یک وضعیت دیگه داشت که این گونه حالت سیاسی نظامی را که حالا ما درگیر هستیم نداشت افغانستان. شاید حالا مثلا در وضعیت فعلی ممکن باشه چنین چیزی؟ اینی گپایی را که جناب موین صاحب گفت، متاسفانه خشکسالی نه تنها افغانستان بل منطقه را تهدید میکند. ترکمنستان، کشورهای آسیای مرکزی، ایران، پاکستان با می چالش مواجه است. به این لحاظ امسال تدابیری که حکومت گرفت و برای جلوگیری از این بحران خود حکومت اقدام کرد، وزارت زراعت طرح را آماده ساخت تا برای مالدارای آسیب پذیر جلوگیری از مردمیر معاشی اون مولفه مورد نیاز یا مواد خوراکی حیوانی را خود حکومت تدارک بکنه و از این مشکل جلوگیری بکنه. تشکر از شما. جناب محمودی، وزارت شما مشخصاً چی برنامه ها رو روی دست داره؟ پیشتر کمی اشاره کردیم ولی ناتمام ماند. میخوام بگم که آیا باید هر وزارت از خود برنامه علایده داشته باشه یا این که این برنامه ها باید با هم مشترک صورت بگیره؟ یکی، به نظرتون چرا دولت، یعنی منظورم کابینه است یا از زبان رهبران حکومت وحدت ملی، در این باره ما یک استراب بزرگ یا یک خطاب به ملت افغانستان چیزی نمیشنیم؟ چرا چنین وضع است؟ شکر جناب استاد. در مورد برنامه های وزارت انرژی و به خاطر مبارزه و مقابله هم به منظور کارش از خوش سالی باید بهتون عرض بکنم که یک کاری که در وزارت انرژی در آغاز سال آبی انجام داد جناب استاد اویی بود که ما در پنج حوزه آبزیدی کشور به اساس آمار و ارقام هایدرومتریولوژیکی که در اختیار داریم، بیشتر بهتون که از همه 50 استیشن آبسنجی و هواشناسی، ما سال آبی را پیشگویی کردیم در پنج حوزه آبزی افغانستان. یعنی شما پیش بین بودین که افغانستان ما پیش بینی کردیم. بعد این پیش بینی هایتان و این با دیگر نهادها شریک ساختید. اجازه بدین استاد، اگر اجازه باشه که من مسئله تشریح کنم. ما پیشگویی کردیم، هشدار دادیم در تمام حوزه آبزی از طریق نمایندگی خود در حوزه آبزی افغانستان که سال غیر نرمال است، مقدار زخامت برف در هر حوزه آبریز کم است، یعنی سال غیر نرمال است. وقتی که آدم جناب استاد پیشگویی پیش بینی میکنه وضعیت سال آبی را، به تمام واتروزرها و تمام کسایی که استفاده میکنند به خصوص زارین افغانستان برنامه ریزی میکنند. اکثر زارین افغانستان و اکثر کسایی که استفاده میکنند و اونا معمول است که در بالاها همیشه در بالاهای رودخانه اینا نباتاتی را زرع میکنند و خرص میکنند که بهای بیشتر نیاز داره، مانند شالی، برنج، پخته و اینا. ولی با مجردی که وزارت انرژی پیشگویی کرد که سال وضعیتش خوب نیست، سال غیر نرمال است و اینا، حتی در بالادست در اکثر نقاط افغانستان مثلا گندم کاشتن، در بعضی جا زعفران کاشتن که قیمت بسیار بالا است و به یک قیمت میتونه در بازار عرضه شود. به هر صورت ما حضورتون عرض بکنم که ما بعد از اینکه سال وضعیت سال آبی را پیشگویی کردیم، خب ما با توجه اگر اجازه بدین سری برنامه که ما چهار برنامه داریم برای کاهش اثرات خشکسالی، سری اونام بسیار مختصر و کوتاه است. برنامه رو میشه نام بگیرم؟ نام میگیرم فقط ما چی را کار مثلا برای مقابله با خشکسالی به شما فشرده میگم جناب استاد. برنامه ما یکی از جمله مدیریت ارقام معلومات است که یکی از اهداف این مدیریت ارقام معلومات پیشگویی و هشداردهی خشکسالی که ما پیشتر به شما وضعیت سال آبی را گفتم سیب و هم نه تنها از این آمار ارقام ما در توسعه این چشم منابع واسه استفاده میکنیم، در مذاکره آبای مرزی با کشورهای همسایه استفاده میکنیم. اهداف دیگری پیشگویی و هشداردهی خشکسالی و سیلاب است. یک برنامه ملی. برنامه ملی دیگری ما است، برنامه ملی اصلاح و بازسازی تاسیسات آب. جناب استاد، واقعی است که با اساس تداوم جنگ ها در کشور 50% تاسیسات سیستم های آبیاری سیب که اتمن با ما موافق هستند دوستان تخریب شده. این تاسیسات و سیستم ها متاسفانه در افغانستان 90% تاسیسات سیستم های آبیاری در افغانستان شکل سنتی محلی را دارن. ولی وزارت با این برنامه سربندار را پخته میکنه، کانال ها لارینگ میکنه، در تفاهم با وزارت زیرد که اونا هم برنامه ملی دارن، برنامه آبیاری، هر دو برنامه ملی هستن. تا یک وقت سربند پخته شود، وقتی دروازه شانده شود، وقتی کانال لالینگ میشه، ما میتونیم زایت کاهش بدیم. تشکر. یک وقفه داریم جناب. وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم. با ما
امون دو مورد بسیار فشرده بگوین، دو مورد دیگه ای که گفتین شما. برنامه ملی توسعه منابع آب داریم، من پیشتر روز شما عرض کردم که هدف حفاظت و کنترل معار آبای افغانستان به خاطر جلوگیری از هدر رفتن وزارت آب است از طریق ذخایر آبی، که یکی از اهداف برنامه ملی ما بازم کنترل مال سیلاب ها در کشور است و همچنان کاهش اثرات خشکسالی است. و برنامه چهارمین ما برنامه امور بهره برداری و ایزمخه از زیربین های آبی، که ما چگونه با تدابیر با اتخاذ تدابیر محصیر این زیربین ها را فعال نگاه بکنیم تا یک دینا ها تامین بکنیم و زمینه دسترسی به آب مطمئن برای سکتور های مختلف مساعد بکنیم. جناب محمودی، برنامه ها را شما تدوین کردین، حالا خشکسالی رسیده دیگر، تو سالی منتظر نمونده که شما چه وقت برنامه هایتان هست. حالا برنامه های شما اگر اجازه بدین که یعنی نه، فقط میخوام همونقدر بگوین که حالا برنامه یعنی در اجرا میشن یا فقط طرح شده؟ برنامه ما تحت اجرا خوشبختانه قرار داره استاد. ما پیش ازتون وزارت انرژی و زمینه وزارت های است که در میان مدت از مدت اثرات خسار کاهش میده. علاوه بر او ما در کوتاه مدت تا سال جاری هم از خود یک راهکار آماده کردیم. تشکر جناب که اگر شب بعدا استاد سید راهکارم ان شاء الله تشکر از حضور شما عرض بکنم چی راهکار. جناب سرحدی، یک مشکل در افغانستان است که هنوز یک درک درست از محیط زیست نیست و این رابطه ای که اجزای محیط زیست با هم دارن که مثلا یک جز تخریب میشه جز دیگر مثلا زیانمند میسازه و مسائل دیگه، حتی افراد تحصیل کرده و آموزش دیده هم چندان به این مسئله توجه نمیکرد. در فاکولته زراعت به این موضوعات هم پرداخته میشه یا مثلا مسائلی که باید به مردم در این زمینه آگاهی داده شوه و یا که کسانی متخصصیانی در این زمینه تربیه شوه که بعدا در جامعه به این مسائل بپردازن؟ تشکر. ما میخواییم بگویم که قسمی که شما قبلا گفتین اجزایی وجود داره، فکر میکنم که علت تمامی همین مسائل خود یعنی گلوبال وارمینگ است یا کلایمت چینج است که پیشتر موین صاحبی را تذکر دادن و پیامدهای بعدی از این میشه که سیلاب باشه، میشه که بلند رفتن سطح آب بحر باشه، گرم شدن آب بحر باشه، مثلا بروز بارانای غیر نرمال باشه. این مسائل اجازه بدین، این مسائل کلش ارتباط میگیره از اجزای عزیز که بالای محیط زیست تاثیر منفی داره. و ای که به ارتباط سوال شما در پانزه زراعت پانتون کابل ما چی کار انجام میتیم؟ پانزه زراعت پانتون کابل شما بهتر میفهمین که ما کادر متخصص تربیه میکنیم. ما یک دپارتمنت داریم به نام دپارتمنت جنگلات و منابع طبیعی. در کریکولم و نصاب درسی ما مزامینی در اونجا وجود داره که در مورد اهمیت محیط زیست، ما چه قسم محیط زیست حفاظت میکنیم، از تخریب خاک چطور جلوگیری میکنیم، جنگلات چه ارزش داره در زندگی ما، مثلا گراس ها یا نباتات ما برش گندمی میگیم یا چی نقش داره در زندگی انسان ها یا در حفظ محیط زیست. بله، این مسائل در نصاب ما وجود داره، در کریکولم ما وجود داره، ما ایره تدریس میکنیم، ما متخصص تربیه میکنیم. امیال شما در وزارت زراعت هر قدر متخصص را در وزارت زراعت میبینین، در مؤسسات خارجی میبینین، یا مسئول یا تولید پانزه زراعت پانتون کابل یا پانزه یا زراعت پانتون های ولایت مختلف افغانستان است که امروز در خدمت مردم قرار دارد، در این راستا خدمت میکنن و کار میکنن. بسیار خوب. یک مسئله را که پیشترم بحث شد، خیلی شاید برای بیننده هم جالب باشه که این بلند رفتن درجه حرارت که یک سر عامل شما برشمردین، میشه شما بیشتر توضیح بودین که این عوامل عمدیش کدام عوامل است که این وضعیت وجود؟ آیا کره زمین به طرف گرم شدن بیش از حد غیر قابل کنترل پیش میره یا اینکه بشریت میتونه این را کنترل بکنه؟ یک سلسله عواملی است که خارج از کنترل ماست، ما او را کنترل کرده نمیتونیم، و یک سلسله عواملی است که وسیان ما او را کنترل کرده میتونیم. مسائلی که به محیط زیست ارتباط داره ما او را کنترل کرده میتونیم. او احیای جنگلات است، به اصطلاح احیای پوشش نباتی است که یا وسیان نقش اساسی را در قسمت حفظ محیط زیست داره. از یک طرف ما با احیای جنگلات، اون قبلا ما برای شما گفتیم که مسئله اکسیژن است، و موضوع دوم خود یعنی جنگلات
پل است یا بریج است بین تبخیر یا سه سایکل آب که وجود داره. وقتی جنگلات وجود داشته باشه، پوشش نباتی وجود داشته باشه، امی به اصطلاح تبخیر آب صورت میگیره، نمی سایکل آب به صورت نرمال جریان پیدا میکنه. باز در اون صورت نمی خوشحالی که امروز دامنگیری مردم ما و شماست، مردم ما و شما را متضرر ساخته، مواشی خود از دست داده، کشتزارهای خود از دست دادن، حتی مردم از ترس خوشحالی قسمی که پیشتر جناب رستمی صاحب گفتن که تولید گندم کاهش پیدا کرده، ولی ما میگم که از حراس خشکسالی یک تعداد مردم کشت للمی گندم را زمین را کشت نکردن، بنابراین تاثیرات عمومی اینمی خشکسالی هم بالای محیط زیست تاثیر منفی خود داره. بسیار خوب، فقط میخوام که مشخصا بگوین که چرا دولت به همین مسائل نپرداخته، یعنی با احیای جنگلات نه تنها نپرداخته بلکه از قطع جنگلات و مثلا تلف شدن جنگلات جلوگیری نکرده. یعنی فکر میکنین ندانم کاری های دولت ها خود سبب شده که ما با چنین وضعیت روبرو شویم؟ خب ما با وجود از اینکه مامور دولت هستم، شاید مامور آل رتبه دولت بگویم، ولی در هیچ راستایی در هیچ سکتوری کاری کلیدی صورت نگرفته. این می مؤسسات خارجی را که دوستا میگن که این مؤسسه با ما همکاری داره، ما اگر افتوار نباشه ماهانه به دهها این مؤسسه میه و هیچ نوع کار کلیدی را یا انجام نمیتن و یا کلش بزنس است، تجارت است. متاسفانه ارگان های دولتی ما مینمی فرهنگ خارجی ها را گرفتن و یا فقط بزنس میکنن. جناب مدقیق، این جنگ ها ادامه داره و خوشحالی آمده، این دو مصیبت در کنار هم، یکش مصیبت طبیعی، یکش مصیبت سیاسی اجتماعی، آینده افغانستان به کدام طرف میبره؟ وقتی دو پدیده را سرش فکر بکنیم، فکر میکنم با این مشکلات که فعلا ما روبرو هستیم، هم از نگاه تغییر اقلیم، هم از نگاه خوشسالی، هم از نگاه امنیتی، که اکثرا در کشورهایی که در حال جنگ هستند مسائل امنیتی همیش در اولویت قرار میگیره و کارهای بسیار عمده و حیاتی دیگر همیش تحت شعاع قرار داره. متاسفانه این وضعیت فعلا در افغانستان وجود داره. شما هر برنامه را که میگین، خب دوستا صحبت کردن، برنامه خود را گفتن، وقتی که این برنامه در اولویت قرار نگیره، معنی از این است که ما در آینده باید این توقع را نداشته باشیم که وضعیت ما به طرف خوب پیش میریم. ما یک چیز باید صادقانه ایجا بگویم به شما، در بحث خوشسالی یک مقدار کمکاری صورت گرفته و کمکاری زیاد صورت گرفته. ای بحث است که شما پدیده خوشسالی را با برنامه کوتاه مدت که دفعتن چی کرده میتونین نمیتونین مهار بکنین. این کارهایی بود که حداقل 10 سال قبل باید ادارات مربوط روی دست میگرفتن تا با این مشکل نمیبودید. وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم، با ما باشید. بلاخره که فشرده که چی باید، چه کارهایی باید صورت بگیره، حالا ما روبرو هستیم با خوشسالی. جناب استاد، در شرایط کنونی من قبلا نمرس کردم اون چیزی که مدقق صاحب گفت به شکلی نبوده که از قبل پیشبین نبوده. حداقل در سال گذشته وزارت زراعت پیشبین بود، به این لحاظ وقتی که ما در بای حمل میتونیم، میخوام عرض بکنم، مواد خوراکی حیوانی را اولوفه را تدارک بکنیم، به این معنی که از قبل پیشبین بودیم. حداقل پروسه تدارکاتی در ادارات افغانستان سه ما را در بر میگیره، یعنی ما قبلا پیشبین بودیم که توانستیم از یک بحران جلوگیری بکنیم. برای فعلا وزارت زراعت در بخش های مختلف که میتونه این چالش ها را در آینده تا حدی کنترل بکنه، پروگرام ها و برنامه های خود داره. در بخش رسیدگی به وضعیت های استراری که ما بتونیم حداقل نیاز های مردم افغانستان را برطرف بسازیم، امسال برای اولین بار است که ما در تمام گدام ها ذخایر استراتژیک خود گندم کافی در اختیار داریم. تشکر. و میتونیم در امیت یک حالات، در امیت یک بحران هایی که به وقوع پیونده ایره مهار بکنیم و نیاز های مردم را برطرف بسازیم. تشکر جناب رستمی. جناب محمودی بسیار فشرده، چه کارهایی باید صورت بگیرد؟ وزارت انرژی و به جمله وزارت های است که برای سکتورهای مختلف آب تامین میکنه، چون امسال خوشسالی است، آب کاهش پیدا کرده. بنابر ما راهکار آماده کردیم در حوزه آبریز اون را تطبیق میکنیم. ما میخوایم یک دو سه موضوع راهکار حضور شما بسیار بسیار فشار بسیار چون تا قسمت آخر بندی آب است، مثلا که ما آب نوبت کردیم، مثلا به خاطر که یک تعادل، یک توازن،
یک توزیع عادلانه بین بالا و پایان آب وجود بیاید، ما در ذخایر آبی سایر تاسیسات آبیمان آب طور نوبت به مردم میرسونیم که هم بالا آب بگیره هم پایان. بشکر. دیگر یکی دیگر جناب استاد که ما در جاهایی که معروض به خشکسالی شدیدی هسته، ما در سطح حوزه آبریز یک کمیسیون به نام کمیسیون توزیع عادلانه آب ایجاد کردیم، متشکل از نمایندگان بالا آب، پایان آب، تمام سرکندگان آب و شورای ولایتی، ولایت، سایر جوانب وزارت زراعت، اداره محیط زیست. تشکر. سایر جوانب زراعت تا اینکه بتونن آب طوری تنظیم بکنن که حداقل ریسک تقسیم شوه و نیازمندی های مردم حداقل برآورده شود که حساب ما ضرر نبینه. خیلی سپاسگزارم. سلام. جناب سرحدی، آخرین سخنان شما؟ آخرین گپای ما و پیشنهادات ما است که در قسمت قطع جنگلات و سرسبزی باید جدا پوشا باشیم. قبلا ذخایر استراتژیک برای مواد غذایی انسان ها مطرح بود. من فکر میکنم که حال ذخایر استراتژیک برای مواد خوراکی حیوانی هم نیاز است، یعنی در هر دو بخش، هم برای در بخش مواد خوراکی انسان ها و هم در بخش مواد غذایی یا خوراکی حیوانات باید ذخایر استراتژیک به خاطر مبارزه با همچو شرایط ناگواری که ناگهان رخ میده ما باید ایجاد بکنیم. و موضوع دیگه، موضوع شایسته سالاری بسیار مهم است. شاید شما بگین که حالی موضوع خشکسالی شایسته سالاری را، یعنی متخصصینی که باید از پیششان استفاده صورت میگیره باید از پیششان واقعا استفاده صورت بگیره. پیشنهادات عرایز من است. تشکر شما جناب مدقیق. یک با در نظر است یک مسئله که این خشکسالی بیجا شدن مردم در نظر داره، با در نظر داشت این مشکل شما چی پیشنهادایی دارین که باید چه کارهایی صورت بگیره؟ ما دقیقا میخوایم که پیشنهاد بکنم برای تمام وزارتخانه سکتوری تا بحث تغییر اقلیم و خشکسالی را در سیاست کاری خود یا در پالیسی های خود شامل بسازه، در استراتژی های خود شامل بسازه و در اولویت کاری خود قرار بده. یک. دوم، سند را که من پیشتر به او اشاره کردم که تحت عنوان برنامه ملی سازگاری با تغییر اقلیم که برای ما واضح میسازه که در کدام سکتور چی برنامه روی دست گرفته شوه و به اون شکل ادارات باید برنامه خود را تدوین بسازن و برن به طرف عمل شدن تا ما وقت را از دست نتیم، منتظر نباشیم که خوشحالی میای آمده. هر روز برنامه را که ما داریم امیم روز امی آنن برای هموطن ما که امی علی فیران آب نداره، هیچ چیز کرده نمیتونه، هیچ نوع کمک کرده نمیتونه. به این خاطر است تا امی اسنادی که به سطح پالیسی مطرح شده، تدوین شده، باید در برنامه کاری وزارتخانه سکتوری مختلف باید شامل گردد. تشکر از شما. تشکر از شما. بینندگان عزیز، برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. تا هفته بعدی و بحث بعدی شما را به خداوند می‌سپاریم.